سلام به کانال سان اکسپلنس خوش اومدین تو این ویدیو میخوام درباره این صحبت بکنم که چطور یه مقاله رو سابمیت کنیم و اگه نگاهی به لیست ویدیوهایی که تا الان درست کردم درباره مقاله نویسی بکنیم این ویدیو میشه ویدیو شماره 26 این اولین چیزی که میخواستم بهش اینجا اشاره بکنم اینه که هم شما به عنوان گراد استودنت یعنی هم اگر شما دانشجوی فوق هستید هم هم دانشجوی پی هستین میتونید مقاله رو سابمیت کنید و اینجوری نیست که فقط استادها میتونن مقاله رو میکنن و شما نیازی به ایمیل آکادمیک هم ندارید میتونید از جیمیل یا هو یا هر سرویس دیگه که استفاده میکنید از اون هم استفاده بکنید ممکنه بگید پس لیسانس ها چی لیسانس ها هم میتونن مقاله ساب میکنن من ولی توی اون ویدیویی که اولین ویدیو این مجموعه راجع به این صحبت کردم که دیگه نمیخوام تکرار کنم برید اون ویدیو نگاه کنید پس میشه شما این کار رو انجام بدین و من خودم موقعی که داشتم اولین مقاله میدادم و کارهای مربوط به مقاله نویسی رو شروع میکردم و موقعی که فوق لیسانس بودم اینو نمیدونستم و فکر میکردم فقط استادها هستن که میتونن مقاله ساب میت کنن و باید ایمیل آکادمی حتما داشته باشی ولی این درست نیست شما میتونید مقاله ساب میت کنید بدونید که ایمیل آکادمی هم داشته باشید از همون جیمیلتون هم یا هر سرویس دیگه استفاده کنید و مقالتون رو بفرستید این نکته اول نکته بعدی این که های خیلی زیادی هست مثلا الزویر، اشپرینگر، نمیدونم ای سی تمام این پابلیشرها ها معمولا روند ارسال مقالهشون شبیه همه نه. مثلا من الان برای شما میخوام فقط یه ژورنال از ساینس دایرکت رو توضیح بدم که چطور مقاله رو سابمیت میکنن تقریبا شاید بگم 99 درصد ژورنال هایی که زیر مجموعه ساینس دایرکت هستن هم روشش همینه چرا میگم این جوریه؟ چون اینا یه سرویس مشخصی دارن که از همون سرویس برای بقیه ژورنالایی که مربوط به اون انتشارات استفاده میکنن. اما اگه مثلا برید توی ACS بخواین مقالتون رو سابمیت کنید، اگه اینو بدونید تقریبا شاید میگم 90 درصد در راه رفتی و میتونید اونجا هم عین همین کار رو انجام بدید. یه کوچولو حالا ممکنه این بر متفاوت باشه. ولی اینجوری نیست که بگید مثلا الان دا ساینس دایرکتو رو به شما دارم میگم ACS یه جور دیگه است یا بقیه پابلیشرها متفاوته به این صورت نیست یه مقدار دقت کنید به اون راهنمای نویسندگان میتونید خودتون متوجه بشید که چطور میشه این کار رو انجام داد خب الان من میخوام به شما یک جورنال از ساینس داره که همون اسپکتور که اکتا ای هستش رو توضیح بدم که چطور مقاله رو سابمیت میکنن اینجا روال کار رو شما یاد بگیرین اینجا بقیه جورنال ها و بقیه انتشارات هم تقریبا همینطوریه چون نمیشه واسه هر کدوم از رو بخواین یه دونه ویدیو جدا درست بکنید خب اولین کاری که باید بکنید اینه که یوزر پسورد درست بکنید که اینجا میبینید که چندین قسمت داره یک یه دونه نوشته لاگین لاگین مربوط نویسنده است اینجا لاگین مربوط ریویور لاگین مربوط ادیتور و خود اون پابلیشر هستش که اگه شما داور مقاله باشین این دومی ریویور رو انتخاب میکنید و خب اگه دعوت شده باشین بر داوری و خب برای شروع معمولا همون لاگین مربوط نویسند است و تا الان چون این کار نکردیم باید این قسمت از قسمت رجیستر شما رجیستر بکنید کاری که میکنیم اینه توی این محله اسم و فامیل و ایمیل رو میزنیم میریم محله بعد بقیه اطلاعات رو همونجوری که خواسته مواردی که قرمز هستن اجباریه تایتلتون انتخاب میکنید مثلا این جنر دکترامو نگرفته بودم مثلا میزنم مستر بعد میاید این پایین ایمیلتون رو میزنید یه مقدار می اسکرول کنید پایین تر کشورتون انتخاب میکنید این گزینه ای اون گزینه ایه که باعث شد من بعد از اینکه سه تا مقاله رو خودم سابمیت کردم و عهدهدار مکاتبات در واقع من بودم یا همون کارسپاندینگ آتر من رو به عنوان ریویور به ایمیل زدن گفتم بیا مقاله رو داوری کن اگر اینو بذارید روی یس این اتفاق بعد از اینکه چند تا مقاله سابمیت کردیم ممکن براتون بیفته ممکن نیفته ولی اگر اون نو باشه هیچ وقت شما رو دعوت نمیکنن روی یس باشه این احتمال وجود داره که شما رو دعوت کنن به اینکه مقاله رو داوری بکنید مقاله دیگران رو که در مورد اون موضوعاتی هست که شما تخصص دارید از کجا میفهمم شما رو چه موضوعات تخصص دارید یه مدار پایین ترش نوشته اون فیلدایی که شما تخصص دارید انتخاب بکنید که اگه این گزینه ادیت ای پرسونال کیوردز رو بزنید مثلا ما اینجا ارگانیک کیمستری و سنتزیس رو انتخاب کردم شما میتونید گزینه‌های مربوط به تخصص خودتون کیوردش رو اینجا وارد بکنید که از اون بعد راجب اون موضوعات اگه مقاله ساب میشه احتمالاً ادیتور این ژورنال میاد میگرده و مقاله رو میفرسته برای شما برای داوری. بریم قسمت بعدی خب این دو گزینه رو انتخاب میکنید تیکش رو میزنید و میرید محله بعد محله بعد الان شما در واقع رجیستر کردین یه ایمیل براتون میاد که توی اون ایمیل یه لینک هست که لینک رو میزنید و وارد صفحه اصلی میشین و یوزر پسوردتون رو میزنید و وارد میشین قسمت اولش این اولین باری که دارید این کار رو انجام میدید این از شما میپرسه در مورد دایورسیتی یا اینکلژن که یه سری سوال از شما میپرسه که مثلا میگه که شما جنسیتتون رو مشخص بکنید که اینا رو مشخص میکنید در مورد این حرف میزنه که کشور اوریجین اون کشورتون از کجاست که اینجا میتونید دوباره انتخاب بکنید ما اینجا میدل داره اون انتخاب میکنیم تو قسمت بعدی از شما این برسی که ریس شما چیه اینجا حالا خوبه تو این گزینه میدل لیست هست ولی تو بعضی از فرم ها ممکنه میدل ایست رو شما نبینید اگه میدل ایست رو نیدین و متولد ایران هستیم ما وایت به حساب میاییم همون سفید پوست به حساب میاییم همین این گزینه رو میزنید و نوشته ریترن تو جورنال و میاییم این قسمت گزینه کانتینور رو میزنید الان وارد فضایی شدیم که مقاله رو میتونید ساب میت کنید اگه دقت بکنید سه تا قسمت رو میتونید اینجا ببینید قسمت اول نوشته نیو سابمیشنز قسمت دوم نوشته ریویژنز قسمت آخر نوشته کامپلیتد و این اعدادی رو که اینجا تو پرانتز نوشته در واقع نشون دنده اینه که الان تو این مرحله چند تا مقاله دارید که همه اینا صفره یعنی ما هیچ کاری الان نکردیم اولی که شروع میکنی از این گزینه نیو ساب میشنه ولی بعد از اینکه مقاله شما فرستاده میشه و برگشت داده میشه برای مثلا حالا ممکنه کامل نبوده باشه یا باید ریوایز بخوره یعنی یه جایش رو باید ادیت بکنید و اینا میاد توی این قسمت قرار میگیره و موقعی هم که مقاله شما حالا یا به صورت کامل ریجکت میشه یا اکسپت میشه هم میاد توی این قسمت آخر قرار میگیره اینجوری میتونید ترک بکنید که مقالتون توی چه مرحله ای هستش ما همون گزینه اول نیو سابمیت نیو مانوسکریپت رو انتخاب میکنیم خب اگه بیم اینجا میبینیم که چندین قسمت داره مثلا نوشته آیا این فول لنگت آرتیکل که در واقع همون میشه ریسرچ آرتیکل توی ویدیو مربوط خودش این دراجه به این صحبت کردیم یا شورت کامیکیشن یا ریویو آرتیکل که این ستا رو ما توی ویدیو مربوط خودش توضیح دادیم که تفاوت اینا با هم دیگه چیه و حالا یه سری موارد دیگه هم مثلا کاری با اینا نداریم ممکنه مثلا حالا سوال براتون بشه مثلا این یعنی چی مثلا ممکنه مثلا اینجا نوشته یه اسپیشال ایشوه که مربوط به یه چیز خاصه یه مطلب خاصی رو میخوان راجبش مقالات مربوط به اون زمینه رو توی اون ایشو خاص شاپ بکنن حالا ما خیلی با اینا کار نداریم شما یکی از همین ستا رو انتخاب میکنید که معمولا همون حالا ما که کار میکنی همون فول لنکت آرتیکل یا ریسرچ آرتیکل میریم محله بعدی تو این قسمت از شما میپرسی که آیا از ای آی و هر چیزی که مربوط به ای آی هستش استفاده کردین یا نه حالا چت جی پی دی میتونه باشه هر چیز دیگه ای که اینجا باید اعلام بکنید که اینجا خودش هم یه تمپلیت براتون قرار داده که میتونید ازش استفاده بکنید یه موضوعی که هست حتما راهنمای نویسندگان مربوط اون مقاله رو بخونید و اگر این کار رو نکنید اون ادیتوری که داره مقاله شما رو میخونه میفهمه که شما این مقاله رو برای یه جای دیگه فرستادین ریجک شده بعد فرستادین اینجا اولین چیزی که تحت قرارش میده اینه و یه به قول اینا میگن فرست ایمپرشن اون تاثیر اولیه که رو ادیتور میذارید خیلی چیز مثبتی نخواهد بود حتما قسمت راهنمای نویسندگان رو بخونید که مقالتون رو اونجوری که گفتن سابمیت کنید خب بعد میرید توی مقاله بعد گفته که فایلاتون رو اتچ بکنید خب میام اینجا از این بالا قسمت منوسکریپت رو انتخاب میکنیم و از این قسمت پایین میزنیم فایلمون رو که منوسکریپت اون و تیبل ها و فیگرا و همه اسکیم ها همه اینا توی این هستش اگه اینا رو نمیدونید یعنی چی توی ویدیو قبلی من توضیح دادم تفاوت همه اینا رو براتون گفتم خب اینو آپلودش میکنیم. و همونطور که میبینید الان اینجا تیک منوسکریپت اینجا خورده شده ما دو تا گزینه دیگه هنوز لازم داریم یه دونه کاور لتر یه دونه هم دکلریشن اف اینترست استیتمنت که الان اینو توضیح میدم کاور uh, رو هم که قبلا توضیح دادیم حتما حتما قسمت راهنمای نویسندگان رو بخونید اگه نگاه کنید برای این ژورنال گفته که به چه مواردی باید اشاره بکنید ما توی ویدیو مربوط به کاور گفتیم ولی اگه میبینید که چیزی اینجا گفته شده که ما توی اون ویدیو صحبت نکردیم سعی کنید اینو اونجا بگنجونید و خب میایم از این قسمت کاولتر رو انتخاب میکنید و اونم آپلود میکنید اگه نگاه کنید این قسمت بالا سمت چپ تیک کاولتر هم خورده شده تنها چیزی که باقی میمونه که ما آپلود بکنیم همون دکلیریشن آف اینترست استیتمنت که میام اگه بیام این پایین نگاه بکنیم خودش اینجا برای شما گفته که به چه صورته اگه روی این کلیک بکنید این قسمت پایینم لینکش رو قرار داده شما رو میبره البته خودش اون کلیک کنید یه توضیحات اینجا داده شده ولی اون روی اون لینک پایینیش اگه کلیک بکنید شما رو میبره به یه همچین صفحه ای که توی این صفحه یه سری سوال از شما این پرسه که باید جواب بدیم مثلا اگر ساپورت مالی شده این پروژه به چه صورت بوده اگه ساپورت غیر مالی شده مثلا میگم مجبور بودین به جایی مسافرت بکنین که یه قسمتی از این مقاله رو انجام بدین یا کسی توی نوشتن مقاله به شما کمک کرده اینا رو باید اینجا مشخص بکنید مثلا من میگم فاینانشال سپورت شده یا مثلا اینجا میزنم که یه نفری منو کمک کرده توی نوشتنش آیا کارسپاندینگ uh, آثر بوده یا نویسنده بوده که شما رو کمک کرده مثلا من نوشتم uh, نویسنده هم یکی از نویسندگان همین مقاله بوده که اسمش هم مثلا اینجا نوشتم حالا مثلا اسم دوستم هم که نوشتم اینجا توی قسمت بعد از شما میپرسه که شما یا اشخاص دیگه که توی این مقاله هستن آیا زینف مالی هستن راجع به این موضوعی که شما راجعش مقاله کار کردین که حالا لزوما هم به طور مستقیم به این مقاله که داری کار کردین ارتباط نداره اینجا باید اون رو مشخص بکنید که حالا مثلا اون بالا اگه من اینو بزنم نه به بندمش اون گزینه ها رو میبره تو قسمت بعدی میپرسه که آیا اینو در حال پتنت کردن یعنی ثبت شستین که به عنوان یه اختراع که اون بالا حالا تیکشو میزنید یا ب... میبندید که ما خب اینو پتنتش نمیخوایم بکنیم میبندیم اینو اینم قسمت پایینش هست میشه و میرید قسمت آخر اینجا گفته اگر چیز دیگه بوده که تو گزین های قبلی نبود و اینجا میخواید بهش اشاره بکنید مثلا اگه کسی هستش که زینف توی این کار این مقاله اسمش اینجا بنویسید خودش این مثال اینجا نوشته مثلا نوشته به عنوان مثال نوشته کو آثر پریویسلی ایمپلوید بای فلان کمپانی مثلا اگه یکی از شما قبلا توی یه شرکتی بوده که استخدام بوده و یه جورایی مرتبط با کاری هستش که توی این مقاله انجام دادین و اون شرکته داره سودی میبره از چاپ این مقاله مثلا به نفعش هست از نظر مارکتینگ یا هر چیزی اینجا اونو باید بیارید در واقع می‌خواد اینو بگه که شما کانفلیکت اف اینترست یعنی اینکه شما کسانی اشخاصی هستن که زینف هستن از انجام این مقاله اینجا باید بهش اشاره بشه که در واقع همه چی شفاف باشه من توی ویدیو مربوط به داور یه جایی که نمیدونم حالا ویدیو شما رو چند بود در مورد همین کانفلیکت صحبت کردم به این یه کانفلیکت آف اینترست داریم یه همون کانفلیکت داریم اینا رو من من از کانفلیکت استفاده کردم بعضیا احساس کردم من کانفلیکت آف اینترست منظورمه کانفلیکت آف اینترست در واقع همینه که شما به دوستی آشنایی کسی که شما رو میشناسه بخواید مقالتون رو بدین که داوری بکنه ولی کانفلیکت منظورم در واقع این بود, بود که کسی که نمیخواید شما مقالت رو بدین داوری بکنه باش یه مشکلی دارین این دوتا یه با هم متفاوته که من اینجا یه مدار شفاف سازی بکنم راجعه اون ویدیو همین پس میزنین و حالا این تموم میشه حالا ما اون رو زدیم نه چیز دیگه ای نبودش و بعدش اینو سابمیت اند دانلود میکنید سابمیت دانلود که میزنید اینجا به شما میگه ایمیلتون رو وارد کنید ایمیل رو وارد میکنیم یه دونه پس میفرسته یا همون پسورد میفرسته برای شما به ایمیلتون اون رو اینجا وارد میکنید و میزنید دانلود بعد از اینکه اینو دانلود کردین این فایل در واقع همون فایلیه که شما باید اینجا اضافه بکنید حالا میایم از این قسمت بالا میایم همون declaration of interest استیتمنت رو انتخاب میکنیم و اونم اتچ میکنیم تمام ما همین سه موردی که از ما میخواستن رو اینجا اتش کردیم حالا اینم بگم بعضی موقع ممکنه توی یه جورنالی توی همین ساینس دایرکت باشه یا توی یه پابلیشر دیگه وقتی شما دارید یکی از جورنالاشون مقالتون رو سابمیت میکنی از شما بخوان که یه فایل جدا واسه یه عکس ها داشته باشین یه فایل جدا برای جدول ها داشته باشین و اینا رو جدا جدا آپلود بکنید یعنی شما در واقع می از توی متنتون توی منسکریپتتون عکس ها رو حذف میکنید توی متن می نویسید نه تو متن نوشته فیگر مثلا شماره یک اینجاست اینا اونا رو نگه هم می دارید ولی خود عکس رو ور می دارید میبرید توی یه فایل جدا قرار میدید که اینجا اونو نخواسته ولی اینو من دیدم توی ژورنال های مختلف که ممکنه روالشون به این صورت باشه یعنی شما یه, ف... یه دونه فایل منسکریپت دارید یه دونه کاور لتر دارید حالا همه ژورنال ممکنه این دکلریشن اف اینترست استیتمنت رو نخوان و یه فایل مربوط به تیبل ها یا جدول ها دارید یه, یه فایل مربوط به عکس ها یا اون فیگر ها اینا دارید پس اینا رو جدا جدا آپلود میکنید حالا اینجا از ما نخواسته ما هم همین چیزهایی که از ما خواسته رو آپلود میکنیم و پروسید رو میزنیم میریم تو محله بعد اینجا از شما میپرسه که این منسکریپتی که شما دارید آپلود میکنید توی کدوم یکی از این کاتگوری‌ها قرار میگیره ممکنه یه ژورنال توی کاتگوری‌های مختلف بیاد مقاله چاپ بکنه از شما میپرسه که مربوط به کدوم یکی از این موضوعاته و موضوعش رو انتخاب بکنید دلیلی که این کار میکنه ای که بعضی از جورنال ها یه دونه ادیتور چیف دارن که در واقع اون رئیس در واقع اون جورنال است اینجوری ساده بخوام بگم یه دونه ادیتور دارن که ادیتور یه لول از ادیتورین چیف پایینتره ادیتورها در واقع وقتی جورنال خیلی بزرگه و روی زمینه های مختلف داره مقاله چاپ میکنه هر ادیتوری مربوط به یه زمینه خاص میشه مثلا یه ادیتور حالا اینجا مثلا شما چهار تا کتگوری دارید میبینید ممکنه یه ادیتور یا دو ادیتور اید... به طور تخصصی توی اون اسکوپی که شما اینجا انتخاب میکنید مقاله شما بره دست اون پس اینم گفتم اینجا بهتون بگم بعد میره تو معله بعد اینجا از شما میخواد که ریویور انتخاب بکنید که اسمشون اینجا وارد میکنید که قسمت مربوط به راهنمای نویسندگان این جورنال هم حتما نگاهی بکنید که چه چیزی در مورد ریویور گفته و طرز انتخاب کردن ریویور هم تو ویدیو قبلی بهتون گفتم حالا من اینجا سه نفر رو انتخاب کردم اسمشون رو وارد میکنم اسم و فامیل و ایمیلشون لازمه تنها چیزی که لازمه همین است این ستا رو مینویسم و میرم محله بعد اینجا حالا یه سری سوال نمیشته اینا رو هیچ رای نداری جزی که انتخاب بکنید در واقع اکنالج بکنید به قول خودشون انتخاب میکنیم اینا رو میریم تو محله بعد اینجا شما میپرسه که یکی از این گزینا رو انتخاب بکنید جوری که نشون بده که دیتا هایی که توی این مقاله هستش چجوری در دسترس خواهد بود حالا شما بسته به که مقاله شما چیه یکی از این گزینا رو انتخاب می‌کنید و میریم توی قسمت بعدی اینجا از شما پرسیده که آیا چیز اضافه تری مثلا سافری هاردوری چیزی هستش که بخواید همزمان با چاپ این مقاله در کنارش بخواید پابلش بکنید که من اینو خوندم این ریسرچ المنت اینجا منظورش اینه که حالا اون مواردی که گفتم هستش و گفته که یه مقدار پولی به عنوان APC که در واقع میشه آرتیکل پروسسینگ چارج اینو در واقع یه پول اضافه از شما میگرم. من هر موقع در مورد چاپ مقاله اجبار بخوام بکنن که پول بگیرن اصلا مقاله اونجا نمیفرستم و اینجا خواشون به شما آپشن داده من اینجا گزینه نو رو انتخاب میکنم و میرم محله بعد و توی این محله از شما میپرسی که آیا میخواید مقاله به صورت اوپن اکسس باشه بعضی از ها این اختیار رو به شما میدن که انتخاب بکنید که آیا میخواید مقالتون جوری باشه که وقتی روی سایت قرار میگیره همه بتونن راحت دانلودش بکنن بدون که مثلا از آی دانشگاه استفاده بکنن راحت بتونن دانلودش کنن در واقع اوپن اکسس راحت دسترسی بهش دارن این باعث میشه که سایتشن مقالتون احتمالا بره بالاتر چون که خب همه میتونن راحت دانلودش بکنن ولی خب از طرفی شما باید یه هزینه دلاری به اینا پرداخت بکنید من خودم باز میگم شخصا گزینه نور رو انتخاب میکنم چون این همه زحمت کشیدم و حالا بیام اینجا دوباره یه پولی هم بدم بابت چاپ مقاله اگر جورنال این کار رو به من داره آپشن میده اون در واقع جورنال به نظر من جورنال خوبیه اگر اینو اجبار داره میکنه که شما باید این پول رو پرداخت بکنید من مقالهمو ما هیچ واسه همچین جورنالی نیفرستم پس اینم گزینه نور رو انتخاب میکنم میرم محله بعد اینجا گفته آیا مطلبی هست که شما میخواین به پابلیکیشن آفیس ما بگید که حالا جایی بوده که نتونستی بهش اشاره بکنید اینجا میتونید بنویسید و چیزایی که اینجا می نویسید توی مقاله شما نمیاد به صورت اینجا کامنت و میره به, سو... به اون پابلیکیشن آفیسشون که حالا من اینجا چیزی ندارم نمی نویسم اون قسمت آخر توی من دیتا اینجا از شما میخواد که قسمت های مختلف مقالتون اینجا کپی پیست بکنید که حالا مقالتون این بغل باز میکنید به شما گفته تایتلش رو کپی پیست کنید که تایتلش رو اینجا کپی پیست میکنید میذارید میرین قسمت بعدی گفته abstract رو بذارین ابسترکت کپی پیست بعد گفته کیورد هاتون که کیورد ها رو هم میذاریم بعد میرین قسمت اضافه کردن اسم نویسنده ها که اسم نویسنده هم اضافه میکنید اینجا اسم و فامیل و ایمیل و اون موسسه ای که از توش این کار رو انجام دادن میذارید که در واقع میشه همون افیلیشنشون اینا رو هم انتخاب میکنید و میریم توی قسمت بعدی تو این قسمت درباره فاندینگ انفورمیشنه که آیا شما کمک مالی از جای گرفتین برای انجام این مقاله که اینجا میتونید واردش بکنید یا اینکه اگه کمکی نگرفتین میتونید گزینه آخر رو انتخاب بکنید بعد از این دو تا گزینه اینجا شما میدید. میتونید مثلا اگه تا یه قسمت هایی رو پر کردیم برای سابمیت مقاله و هنوز ولی نمیخواید سابمیتش کنید میتونید گزینه Save and Submit لیدر رو بزنید ولی خب اگر همه چی رو پر کردید میتونید گزینه Build PDF for Approval رو بزنید فرض کنید من این گزینه Save and Submit Later رو میزنم و میریم به این گزینه اینجا حالا اینجا دوباره داره به شما میگه که اگه میخواید مقاله شما اوپن اکسس باشه که اونجا او نوشته یا سابسکریپشن بیس باشه هنوز میتونید این کار رو انجام بدید بعد از اینکه تصمیم نهایی گرفته شد که ما کماکان نظرمون همونه که ما پولی به شما نمیدیم بابت چاپ مقاله الان اگه اینجا نگاه کنید توی همون قسمت اول میبینید که این incomplete submission یک اینجا نوشته یعنی شما یه مقاله دارید که هنوز کامل انجامش ندادیم برای ارسال مقاله اگه روی اون کلیک بکنیم اینجا برای شما یه گزینه میاره که الان یعنی یه مدت زمانی معمولا هم طول میکشه تا این پی دی اف ساخته بشه خب اینجا پی دی اف ساخته بعد این گزینه حالا اکسپت رو باید بزنید که در واقع میگه یا نکات اخلاقی رو که ویدیوهای بعدیمون داریم اینو در مورد اخلاقیات در چاپ مقاله رایت کردین یا نه گزینه آی اکسپت رو میزنید و بعدش از این گزینه ای که اینجا میبینید نوشته اکشن لینکس اگه بزنید میتونید چند مورد رو ببینید گزینه اول نوشته ویو ساب میشه اگه این گزینه رو بزنید تمام اطلاعاتی رو که شما توی قسمت مربوط به سابمیت مقاله نوشتین رو اینو همه رو میکنه یه پی دی اف و به شما نشون میده اگه میخواین ادیت بکنید جای رو یه چیزی رو فکر میکنید اشتباه نوشتی میتونید گزینه ادیت ساب رو بزنید و اگه میخواین اپرووش بکنید یعنی دیگه بفرستید که بره برای پابلیکیشن آفیسشون گزینه اپرو میزنید اگه کلا بیخیال خیال شدید میتونید گزینه ریموو ساب میشن رو بزنید که اگه گزینه اول همون ویو ساب رو بزنید در واقع به شما یه همچین چیزی میده یه فایل آماده شده میده که تمام مطالب توش هست خب ما اینجا گزینه آی اکسپت رو میزنیم و فکر میکنیم یه همه کامل شده پی دی رو چک کردیم حتما پی دی اف رو یه بار دانلود کنید چک کنید مطمئن شید که همه چی رو درست اونجا زدین بعد گزینه اپروف ساب میشن رو میزنیم حالا من اینجا اپروف ساب میشن رو نزدم چون که نمیخواستم این مقاله ساب میت بشه و بعد از اینکه این ساب میت میشه میره توی این قسمت که نوشته ساب میشن این پرسید همین ساب میت کردن مقاله واقعا کار خیلی سختی نیست یعنی به نظر من لذت بخش ترین و آسون ترین کار مقاله همین ساب میت کردنه مثل اپلای کردن اپلای کردن همه کارها قبلش انجام دادنش خیلی سخت همه چیزها رو آماده بکنم سی رو آماده بکنم و ریکامندیشن و انگیزه نامه و اینا همه این کارا سخته آسون و لذت بخش قسمتش همین اپلای کردن وارد سایت میشین چهار تا کلیک میکنید اپلای میکنید اینجا واقعا همونه وارد سایت میشین چهار تا کلیک میکنید مقاله رو ساب میکنید ازش یه چیز خیلی گنده و عجیب غریب نسازید واقعا مقاله سابمیت کردن کار سختی نیست اگه فرض رو هم بریم بذاریم که شما یه جایی رو مثلا اشتباه انجام دادین یه چیزی رو مثلا باید اینجوری سابمیت میکردین اونجوری انجام ندادین در بدترین حالت ممکنه اینه که مقاله شما رو برگشت میدن و به شما میگن که این کار رو انجام بده و دوباره بفرستش یا گزینه ری ساب رو انجام میدین خیلی نترسین از سابمیت مقاله و برید جلو نهایت بدترین حالتش اینه که یه چیزی رو اشتباه انجام دادیم اونو برمیگردیم درست انجام میدیم ولی واقعا همینه سابمیت کردن مقاله به همین راحتیه و امیدوارم که وقتی مقالهتون سابمیت میکنید همون اولین کار شما اکسپتتون رو بگیرید ولی اگه اکسپت نگرفتین نگران نباشین میتونین بفرسی برای یه جای دیگه این ویدیو تموم شد اگه نگاهی به لیست ویدیو هم بکنید توی ویدیو بعدی من درباره اینکه وقتی مقاله مون رو سابمیت میکنیم چه اتفاقی میفته توضیح میدم در واقع چرخه مقاله چیه وقتی شما مقاله رو میفرستین چه اتفاقاتی بعد از اون میفته که اون توی ویدیو بعد براتون توضیح میدم تا ویدیو بعد